مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مفتاح پورتال.ir، شرح حکمت‌های نهج البلاغه، استاد حجت الاسلام و المسلمین، نظافت. حکمت 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من حذرک کمن بشرک. حذر این ترساند، بشر یعنی مژده داد. ترجمهش اینه اون دوستی، اون کسی که تو را برحذر داشت مثل کسی است که تو را بشارت و مژده داد. خب معمولا ما کدام دوست رو دوست داریم؟ اونی که ما رو برحذر بداند، نهیب بزند، غمگین کند، اون رو دوست نداریم. ما کسی رو دوست داریم که خوب بخندونه، سرگرم کنه، خبرهای خوش بده. این طبیعت بشر اینجوریه. اگه یک کسی بگریاند ما رو دوستش نداریم. آدم های عادی اینجوری هست. علتش چیه؟ چون واقعا ممکنه یک کسی دوست خوب باشد و نهیب بزند، بگه بابا امتحانات نزدیکه، مواظب باش فاسد نشی، بله مواظب باش جهنمی نشی. چرا ما چنین دوست رو دوست نداریم و این کسی که ما رو میترسونه مثل کسی قلمداد نمی کنیم که مژده بدهد، فرق نگذاریم؟ ببینید بعضی ها نفهمیدن دنیا گذرگاه هست و باید حرکت کنن و نمانند. اون کسی که نفهمیده دنیا گذرگاه هست و به فکر حرکت نیست، از کشف عیوبش، از نهیب زدنها و نهیب دیدنها ناراحت میشه. بلا اگر کسی دوست داره حرکت کنه، حالا یه کسی میگه آقا ماشینتون پنچره، ماشینتون یه عیبه داره، باک ماشینتون سوراخه، میگه تشکر خیلی ممنون، چون میخواد حرکت کنه، میدونه با این عیب حرکت نمیتونه بکنه، فهمیده دنیا گذرگاه هست، محل حرکت هست. بعضیا نفهمیدن که دنیا نمایشگاه نیست، میخوان نمایش بدن، پوز بدن. خب آدم وقتی عیب داره که نمیتونه نمایش بده، پوز بده که. دنیا رو با نمایشگاه عوضی گرفتن. دنیا نمایشگاه نیست، دنیا گذرگاه هست. خب این آدم ها که خودشون رو نشناختن، هدف رو نشناختن، دنیایی که درش زندگی میکنن نشناختن، اگه به اینا ایرادشون رو بگیم، این آدم ها متکبرن، مغرورن، بهشون بر میخوره. اون کسی که اونها رو برحذر بدارد نسبت به اون فرد دید خوشی ندارن، از دوروبر او فراری میشن. به تعبیر امیرالمومنین او رو مثل یک مبشر به حساب نمیارن. فرقی نمی کنه. اگر کسی به ما بشارت خوب بدهد اونم دوست خوبه، اگر کسی ما رو از یک خطر باز بدارد اونم خوبه. حالا آیه قرآن نگاه کنید در سوره بقره آیه 206 فرمود اذا قیل له اتق الله، اگر به این انسان متکبر بگن تقوا داشته باش، اخذت العزه، یعنی بهش بر میخوره. ولی اون کسی که دنبال رشته از تذکرها بدش نمیاد. آقا امام صادق فرمود احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، بهترین دوست اون کسی که عیب رو هدیه کند. چرا خوبه رابطه همسران با یکدیگر اینجوری باشه، رابطه دوستان با یکدیگر اینجوری باشه. واقعا اگه کسی عیب ما رو داره میگه و ما اشکالی داریم، اینو هدیه حساب کنیم. البته اینکه امام صادق فرمود بهترین دوست کسی که عیب رو هدیه کنه، روش عیب گفتن رو هم داره یاد میده که هدیه رو تو کادو میذارن، هدیه رو نمیذارن تو سر آدم، باید قشنگم عیب رو گفت. ولی اگر یک کسی ادب نداشت عیب رو قشنگ بگه،
ما هدیه تلقی کنیم، داره به ما لطف میکنه، ای به ما رو میگه که برطرف کنیم. فرمود آقای امام باقر کسی که اشک تو رو در میاره دنبالش حرکت کن، اتبع من یبکیک و هو لک ناصح، اون کسی که خیرخواه توست. دنبال کسی که میخندونه ولی سرتو کلا میذاره دنبالش این فردی حرکت نکن، یعنی مثل بچه ها دوست انتخاب نکن، مثل انسان های عاقل نگاه نکن این تو رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه، ببین خیرخواه یا نه. اون کسی که خیرخواهد چه مژده بدهد و خوشحال بکند، چه بگریاند و ناراحت بکنه، دوست خوبیه، فرقی نمیکنه. نباید فرق بذاریم بین چنین دوستانی، ولی معمولا دوربر آدمای دلقک شلوغه، دوربر آدمایی که انتقاد مخلصانه میکنن خلوت. مسئولین هم بعضی اینجوری هن، از منتقد بعدشون میاد، از چاپلوس خوششون میاد. خب این چاپلوس ها دورش جمع میشن، پیشرفت نمی کنه، منافق ضربه میزند. اون کسی که پشت سر عیب ما را نمیگوید، جلوی رو مخلصانه میاد عیبمونو میگه، بعد ازش تشکر کنیم. ولی اون کسی که جلوی رو متملق پشت سر غیبت میکنه، این به درد نمیخوره، این به درد اصلاح امور کلان کشورمون هم این میخوره. که مسئول نباید ناراحت بشه از تذکرات و انتقادات دلسوزانه انسانهای مخلص. فرمود امیرالمومنین بر تو باد به دوستی با کسی که تو را برحذر می‌دارد و تو را نهی می‌کند. چنین دوستی فرمود تو را بلند می‌کنه، تو را رشد میده. در یک روایتی هستش که عمرتون رو چهار بخش بکنید، نمیدونم شنیدین یا نه، که زمان زندگیشو انسان تقسیم بکنه. فرمود یه بخش برای مناجات اختصاص بده، یک بخش رو اختصاص بده برای رسیدگی به امور زندگی، یه بخش رو هم فرمود اختصاص بده برای ارتباط با آدمای خوب. یعنی انسان نیاز داره به دوست، بعد فرمود دوستایی که عیبتون رو بگن، اینا به درد رفاقت میخورن، نه کسایی که عیب ما رو نگن، با ما مماشات کنن، عیبمون بماند. این دوست خوبی نیست، کسی که عیب نمیگه دوست خوب نیست. ظرفیت داشته باشیم منتقدان دلسوز را برای دوستی انتخاب کنیم، دلسوز، خیرخواه. و در یک کلام فرمود من احبک نهاک، یعنی اگه کسی تو رو دوست داره نهی میکنه تو رو از خطا، از اشتباه، میگه آقا با همسرت بد برخورد نکن، با بچت بد برخورد نکن، با پدر مادرت درست برخورد کن، نهی میکنه. و چقدر خوبه خانمی که شوهرش را نهی میکند از کم لطفی نسبت به پدر و مادرش، این خوبه. یعنی ما تو خونمونم باید امر معروف داشته باشیم، باید نهی از منکر داشته باشیم، باید محصول ازدواج رشد معنوی باشد، رشد فضائل انسانی باشد.